باعث تعجب شد که چرا قبل از اینکه طالبان بر سر کار نیومده بود، ما مثلا از عزاداری های شیعیان افغانستان حتی در حواشی اخبار هم اسم نمی بردیم، اما بعد از اینکه طالبان به حکومت رسید یا در واقع سلطه یافت بر افغانستان، داریم پخش مستقیم برگزار میکنیم. من فکر میکنم یه قسمت عمده ای از این ناآگاهی مردم ایران و شیعیان ایران و در واقع فارس زبانان ایران از مسائل افغانستان اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی صورت نمیگیره، هم در موردی که در این یک سال چه گذشته در افغانستان، چه بر شیعیان، چه بر اهالی سنت، چه حتی بر مناطق پشتونشین. یعنی ظلمی که الان داره در افغانستان صورت میگیره مختص فقط شیعیان یا فارس زبانان نیست، این کامل گسترده است. متاسفانه اینا اطلاع رسانی نمیشه. من اینجا یه گلایه کوچیک بکنم از رسانه هایی که نیومدن سراغ شما، سراغ جبهه مقاومت و با شما گفتگو نکردم. متاسفم که ساعت 2 شب از طریق یک صفحه اینستاگرامی بعد گفتگو صورت بگیره. سوال اینجاست، اولا بگید رسانه های داخل ایران در یک سال گذشته چند بار تلاش کردن با جبهه مقاومت ارتباط بگیرن، از شما سوال بپرسن و تحولات رو جویا بشن؟ خب در یک سال گذشته با بعضی از رسانه های ایرانی مصاحبه هایی را انجام دادیم، خصوصا در ماه های نخست فعالیت های جبهه مقاومت ملی. یک مدت میشه که متاسفانه به ما مراجعه نشده، مگر چی آدرس ما را، شماره ما را، همه چیز ما نزد نشان است، اما یک مدت میشه که یعنی احوالشان به ما نرسیده. صدا و سیمای ایران، آقای نظری، صدا و سیمای ایران هیچ وقت خواست که با شما حرفی بزنی؟ شوربختانه نه، من تا به حال با صدای سیمای ایران هیچ نوع برنامه یا تماسی نداشتم. خب ادامه بدین آقای سپاهیستان. یه نکته هم اینه که حالا دوستان قبل از این بیان کردن، یعنی ضعف رسانه‌ای رو خب تو این یک سال هم بارها گفته شده، ولی الان خود ما که حتی سعی می‌کنیم پیگیر اخبار و اطلاعات میدان باشیم، خیلی از تحولات با خبر نمیشیم. بازم که آقا الان چند تا در واقع گروه هستن، تو کدوم استان‌ها هستن، چه عملیات‌های انجام دادن، اینا به صورت جزئی به اطلاع ما که خبرنگار هستیم نمیرسه، چه برسه به مردم. الان تصور عمومی در جامعه ایران اینه که افغانستان در واقع طالبان کامل سلطه یافته بر افغانستان، همه اینو پذیرفتن، هیچ مقاومتی نیست. حالا من خیلی ریز بخوام اشاره بکنم، الان توی فلسطین اشغالی یه عملیاتی ریز مثلا انجام میشه، مثلا یکی از فلسطینی‌ها با چاقو یک حمله می‌کنه به یک صهیونیست، تمام شبکه‌های خبری ایران پر میشه از مقاومت مردم فلسطین، در صورتی که همین الان حداقل اینطور که ما اطلاع داریم مقاومتی که تو افغانستان جاریه شده 100 برابر شدیدتر از این باشه. یعنی عملیاتی که داره انجام میشه، در واقع تلفاتی که از طالبان داره گرفته میشه، حتی دسترسی گروه‌های مقاومت به سلاح، خب اینا اصلا رسانه‌ای نشده. میخوام بگم که یه اشاره مختصری داشتیم که قرار اتفاقاتی بیفته، چون گفتگو قبلی شما رو من چند ماه پیش شنیدم این نوید رو دادید، باز نگرانم که چند ماه بگذره به اتفاق جدیدی صورت نپذیره. میخوام اگه میشه جزئاً اشاره بکنید الان برای اطلاع رسانی از اخبار مقاومت برنامه‌ای دارید، در دست اقدام دقیقاً چی، اگه جزئی بتونید بگید ممنون میشم. به یک بخش شما جواب بدید آقای نظری، این که آیا برنامه‌ای دارید برای گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای مقاومت، اینو شما جواب بدید. اون بخشی که اخبار حتی به دست شما که خبرنگار رسید نمیرسه، جواد آقا من واقعا از رفتار رسانه‌ای کشورم وحشت کردم. یعنی ما خبر میبین آقا یک خانم رو با دختر بچه‌اش از روستای به روستای دیگر میرفته، روی پل پنجشیر گرفتن، چند تا طالب مزاحم شدن و دستاندازی رو زدن، کشتن زن و دختر 6 ساله رو انداختن تو رودخونه، بعد جسدش از گلبه‌ها پیدا کردن. زن بیوه باز دیروز خبر، 35 ساله طالب رفته خواستگاری که چرسونم تجاوز دیگه، اینا میان اونجا که زن بگیرن بمونن، زن پسش زده، زن رو شکنجه کرده، بینیش رو بریده. نمیدونم به مرد فاریابی یک بار همینجا صدا شما پخش کردیم، اینقدر این صدا تکان دهنده است، من هر جا چیزی میشه این صدا رو پخش میکنم. چند بار بعضی از دوستان میگن دیگه آقا تو پدر این ویدئو رو در آوردی از بس که همه جا پخشش کردی، اینقدر این تکان دهنده است. چرا ولی خب چه بکنیم، رسانه های ایران نمی کنن و انعکاس نمی دن، اصلا اهمیت نمی دن، بی توجه هم به این اخبار. همینطور گفتی شیرین ابو عاقله، یک خبر میشه که باید هم بهش اهمیت داد، باید خیلی پرداخت، اما میشه اند خبرهای شبکه خبر و فلان، این اخبار که میاد و بهش پرداخته میشه، یک رسانه منعکس نمی کنه. حالا تا یک جایی میگیم آقا رسانه صدا سیماست، نمیخواد، نمیدونم نمی کنه، خبرگزاری فلانه، بودجهش از بهمانجا میگیره. رسانه های مستقل، من آقا کلاب هاوس که دیگه وابسته به اونا نیست، آقا میتونی بری یک اتاق بذاری درباره این چیزا صحبت بکنی؟ متاسفانه پیدا نمی کنم. یک مرد فاریابی میگه آقا من سر زمستان خیلی، من هر موقع فکر میکنم این مرد چه حالی داشته وقتی که داشته اینو پر میکرده، نام هم میبره، یعنی یک چیزی نیست که گاهی اوقات میان میگن که آقا اینو منشأ نداره، منبع نداره، چی گفته، کجا اتفاق افتاده، این نام میبره، میگه قاری فلان، قاری فلان، والی فلان جا
اومدن خونه من، زن منو طلاق دادن فی المجلس، باهاش ازدواج کردن و داشتن زن رو بردن. و بعد میگه آقا من چیکار کنم الان، چه سال ماه زمستون، چند تا بچه مال چند ماه پیشه، من چه خاطی به سرم بریزم؟ من همیشه فکر میکنم اون زن چه حالی داشته وقتی که داشتن اونا میبردنش، اون مرد که با چند تا بچه زنشو گرفتن از بستر کشیدن تو خونه کشیدن بردنش، این چه حالی داشته؟ خب نمیکنه، رسانه ایرانی نمیکنه. ما چیکار بکنیم؟ نتیجه من فیلم مقاومت آخرین باری که درگیری بود آقای وسیق قائم مرکز فیلمشو گذاشتم، یکی از دوستان پیام داده که رفتم تو پیجش نگاه کردم، اینم یک روحانیه که همش عکسای حرم و کربلا و ایناست، بعد برای من پیام گذاشته که این چیزایی که تو فرستادی رو تو تپه‌های امامزاده داوود هم میشه ضبط کرد، تو استودیو هم میشه اینا ضبط کرد، ما رو خلق گیر آوردی. خب من به این آدم چی بگم؟ خب این اصلا سیما ایران اینا رو دیده بود که اصلا چون با خودش میگه خلاصه یک کی تو افغانستان در کنه صدا سیما ما باید یه چیزی بگه، چطور ممکنه یک زن روی پل با بچه‌ش بکشن بندازن تو رودخونه اینا یک کلمه حرف نزنن؟ آقا نیویورک تایمز که دیگه با واشنگتن پست و نیویورک تایمز و 500 تا اسم سرباز سابق ارتش با عکس دیگه از این مستتر نمیشد منتشر کرد، اینا که دیگه سرباز بودن. ببین چقدر آدم عادی، چقدر نمیدونم، یه بخشش اینه رسانه‌های ما نمیکنه چیکار بکنیم، به روش شما خبرنگارم نمیرسه. همون یک وبسایت هست همین تو تلفن گفت خبرگزاری صدای افغانستان که خب داره با زحمت یه کارایی میکنه، یه تلاشی میکنه بتواند یا نتواند. اصلا من اینو قبول ندارم، مثلا شما نگاه کنید یه اتفاق در مورد فلسطین، حالا ما که فهمه ضد اسرائیلی هستیم اینو لازم نیست واقعا بگیم، ولی میخوام این تبعیض رسانه‌ای رو در موردش حرف بزنم و این بی‌توجهی جماعت حزب الله رو به مسائل افغانستان. یه اتفاقی مثلا توی فلسطین میفته، فلسطین اشغالی، شما میبینی مثلا صدها مؤسسه حمایت از فلسطین ما تو ایران داریم، صدها فعال حوزه فلسطین داریم، نمیدونم هر خبرگزاری و روزنامه ما یک سرویس فلسطین داره و اون رو به صورت رگباری به توان هزار بهش میپردازن. تمام حوزه های هنری ما در تمام استان ها میشینن فیلم تولید میکنن، عکس تولید میکنن، پادکست میسازن، شعرخوانی میذارن، شب شعر میذارن، اتفاقات متعدد. توی افغانستان ما رو در واقع تو دهه اول محرم میزنن، عزاداران امام حسین رو لطفا میکنن، صدها نفر رو میکشن و تیکه پاره میکنن، صدایی از این رفقای ما بلند نمیشه. این نقدهایی که در واقع هر دوی ما قبول داریم. یه سوال دیگه هم بپرسم بعد آقای نظری اگه میشه این دو تا سوال رو با هم جواب بدن. یکی این که الان واقعا اقدام عملی دارن انجام میدن یا یه نویدی که ما باید یه سال دیگه بگیم آقا چرا نشد، این یک کیسه رو توضیح میدن. سوال دومم اینه، به هر حال جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، حاکمیت ظلم ستیز ما، جمهوری اسلامی ثابت کرده از هزینه دادن برای دفاع از مظلوم ابایی نداره. ما الان خیلی از تحریمایی که داریم در واقع تو ایران تحمل می‌کنیم به خاطر ضد اسرائیل بودن جمهوری اسلامی و حمایت از مردم فلسطینه و خیلی از مسائل دیگه منطقه مثل سوریه و عراق و غیره. یعنی این که یه اصل ثابت شده است ما همیشه حمایت کردیم و همراه. من می‌خوام ببینم چه اتفاقی در افغانستان افتاده که الان یه اختلاف نظر بین قسمتی از نظام و بین قسمتی دیگر از نظام شکل گرفته و وزارت خارجه ما به نظر من عاقلانه‌تر داره مسائل رو تحلیل می‌کنه. امروز خبرگزاری دولتی ایرنا به تعطیلی روز عاشورا در تقویم طالبانی نقد کرده، خیلی از خبرگزاری‌های تهدیدکننده اینو کار نکردن. می‌خوام بگم بخش‌های دولتی و حتی مواضع رئیس جمهور، وزیر خارجه، سخنگو یه عقلانیتی داره، ولی خب از اون طرف یه بخش دیگری از نظام یه نگاه دیگه‌ای داره. من سوالم از آقای نظری اینه، ببخشید طولانی شد، این که چقدر تلاش کردید با جمهوری اسلامی، با وزارت خارجه ایران، با مقامات ایران ارتباط بگیرید و تحلیل خودتون رو از وضعیت افغانستان به اونا منتقل بکنید؟ اینجاست که من برام سواله، میخوام بدونم چه مقاومت چه تلاشی کرده با مسئولین جمهوری اسلامی ارتباط بگیره، حالا اینو در سطح‌های مختلف به اونا توضیح بده که برها شرایط افغانستان چیه، در وجود در واقع با وجود طالبان و حاکمیت طالبان در بلند مدت چه مسائل امنیتی برای ایران و منطقه پیش خواهد آمد. این کارو تا حالا چقدر سعی کردن رقم بزنن؟ خب در قسمت اول سوال شما، ببینید من خودم مستقیما در قسمت رسانه‌های جبهه مقاومت ملی فعالیت ندارم، چون بخش ما بخش روابط خارجی هست، اما همین قرار می‌دارم که بخش رسانه‌ها بعض کارها رو روی دست گرفته و سرش کار دارن و خصوصا تیم ما در ایران خیلی منظم کار میکنن و اونا هم برنامه‌ای در روی دست دارن که انشالله در این زودی‌ها رو عملی بسازن. در قسمت دوم سوال شما، ببینیم ما به تماس هستیم با دوستای مختلف، به تماس هستیم و تحلیل های خود رو با شریک ساختیم و هر وقتی که لازم بوده و نیاز بوده ما پیام های خود را رسانده‌ایم. ای که چرا چون این اتفاق افتاده، چرا محاسبات آن رقمی که ما شما میخواییم باشه نیست، او مسائل کمی پیچیده تره هست که شاید ما شما ندانیم و او سوال های باشه، حتی شاید جبهه هم داشته باشه، اما ما امیدواری میبینیم. اما رقم که گفتم نسبت به سال گذشته تغییرات بسیار مثبت آمده و بیشتر کشورها حالا متوجه خطر شدن، متوجه تهدید شدن. ای که در ظاهر چی میگوین و چی فعالیت هایی دارن یا تبلیغ میکنن، او یک حرف جراح است. ای که
سیاست فعلا در حال تغییر است، ما چون این چیز را میبینیم و ما امیدوار هستیم و مطمئن هم هستیم که انشالله بیشتر و بیشتر تغییر میکنه و مثبت تغییر میکنه. واقعا امیدواری های نظری؟ من امیدوار هستم، من یک شخص مثبتگرا میباشم و فعلا وضعیت را که میبینم وضعیت مطلوب هست. ما یعنی واقعا شما جناب آقای جعفریان، چون شما همیشه با ما بودین و یعنی پیش شما هیچ چیز پنهان نیست، سال گذشته ما خیلی خیلی مشکلاتی داشتیم که فکر نمی‌کردیم از او بحران و از او مشکلات سالم بیرون بیاییم، اما امسال واقعا که در یک موقعیت، در یک جایگاه بهتر قرار داریم نسبت به او جایی که ما سال گذشته بودیم. چی فشارهای داخلی، چی فشارهای منطقه‌ای، فشارهای جهانی، یعنی هزاران مشکل برای جبهه مقاومت ملی و خصوصا برای رهبر جبهه مقاومت ملی مثل احمد مسعود و وجود داشت. اما امسال الحمدلله که مشکلات خیلی کم شده و ما یک مسیر را حالا میبینیم، یک مسیر را ترسیم کردیم که هر روز که میگذره ما به پیروزی نزدیکتر میشویم. خب شاید زمان بگیره، شاید وقت بگیره و برسیم، اما نهایتا پیروز میدان مردم افغانستان میبینیم و هر روز که میگذره یعنی در قسمت تغییر ذهنیت هم خیلی امیدوار هستم. او ذهنیت هایی که سال گذشته وجود داشت امسال وجود نداره و خب بازم یک بود قصه تبلیغات است. در رسانه ها میبینیم یا چیزی که در ظاهر سیاستمدارها بیان میکنن، اما اصل قصه توری دیگری است که همه امروز متوجه خطر شدن، متوجه تهدید در داخل افغانستان شدن و هر روز که میگذره سیاستشان در حال تغییر میباشه به نفع مردم افغانستان. من درد این جوان رو میفهمیدم، یعنی من میفهمم که حالا دیگه سکار ساسیم تانم شد. جواد جان ایسادای من رو میشنوی و نکته باقی مونده بود و واتساپ هم بده تا من شما رو اضافه میکنم. درد اینه که ببینید اینقدر ما کمیم آی نظری در ایران، اینقدر اندکیم که این دوستانی که حتی همراه ما بودن بعد از یک مدتی خب تمام خبرایی که دارن میگیرن از رسانه‌های دیگه، چون هر شب که طرف نمیتونه منتظر بمونه آقای جعفریان مثلا چه میدونم اون لگن شکستش حالش بهتر میشه، حالش نفسش بالا میاد، نفس تنگی نداره، فلان بیماریش خوب شد، بچهش مشکل نداره، میتونه بیاد جلوی دوربین یه لایو برگزار بکنه و او بشنوه واقعیتو یا نه. همش که با این ارتباط، با این رسانه ارتباط نداره، یه گوشیه که گاهی پخش میشه گاهی نمیشه، در عوض داره لحظه به لحظه اون صدا و سیما اون رسانه‌ها اینو بمباران می‌کنه، مرتب اون خبرها رو میده. آخر خود اینا تشویق می‌کنن. یکیشون به من نوشته بود که آقای جعفریان من یکیشون اومده مهمون من شده، اینا هم یه حرفایی برای گفتن دارن ها. اینا حالا هزار بار این حرفا جواب داده شده ها، هزار بار، ولی خب اون که نمیتونه هی مثلا بیاد لایو ما رو ببینه، ولی اون حرفا رو می‌بینه با 10 روز محرم هی از تلویزیون از چمدابل میاد مرتب برنامه زنده سینه‌زنی پخش می‌کنه. بعد حسین جعفریان میاد میگه آقا اینا با شیعه و تشیع مشکل دارن، دیگه چجوری میشه؟ حتما این اشتباه میکنه، چون خب من یه بار دو بار میتونم بگم اون داره 10 روز هر روز میاد و باز بعدش هم ادامه داره. حالا اینو میخواستم پخش کنم، خلاصه پیدا شد، بارها پخش کردم برای دوستان. تو رو خدا دوستانی که این صدا رو میشنوید تو این نیمه شب، اگر زن این خودتون جای زن این آدم، اگر مرد این خودتون جای این مرد بذارید و بعد فکر بکنید که هزاران هزار شبیه این تو افغانستان تو این مدت اتفاق افتاده، مو رو بدن آدم راست میشه. تو رو خدا گوش کنید ببینید چی خورده. مختمالو میگم منصور برشای برد فاریاب، عبدالله رازک، محمد گل، چهار پنج تا مولوی یک دلای شویدار زنا کنن، ازورم با ازورم بگیره طلاقش بگیره ببره دشوی بوتا، یک بچه منم برده به شوی زمستان ما اینا گجا ببرم محفظ شوشته که خود به گجا ببرم اشتار میدم اگه مطرم میکشم هر جا باشی مطرم نابود میکنم. برادر عزیز من که از چند دابل میریم سینه زنی پخش میکنیم، میفهمید اینا کیان؟ اومده والی طالبان معاون والی بعد نامم میبره بیرون، خوشش اومده از اون یارو فل مجلس طلبش شده بعدش برده و هزاران هزار اتفاق. حالا نه لزوما در حوزه زنان، البته در حوزه زنان از این بدتر هم اتفاق افتاده، 60 تا دختر تو مدرسه گرفتن بردن ناپدید شدن، جنازه 12 تا 13 تاشون رو بعدن در حومه شهر پیدا کردن، یه تعدادشون هم بعد که رها کردن معلوم نیست چیکار با اینا کرده بودن که اینها جنون گرفتن، الان در تیمارستان بستری هستند. 6-7 تا از اینها رو وقتی آزاد کردن خانواده هاشون اینها رو کشتن. ببینید چقدر این زنها و دخترها مظلومن. ببینید درباره این فاجعه میتونیم حرف بزنیم؟ زیر علم اینا رفتین دارین سینه میزنین؟ خدا نگذره ازتون. ببینید چه اتفاقی داره میفته تو این سرزمین.